سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز جمعه دوم آبان ماه 23 ماه میلادی اکتبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. رکورد شکنی ابتلا به کرونا در یک روز در ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از جان باختن 3700 تهرانی بر اثر ابتلا به کرونا در مهر ماه است. در آستانه اولین سالگرد کشتار معترضان آبان ماه، 36 نفر از معترضان در بهبهان مجموعاً به 109 سال زندان محکوم شدند. یک فعال سیاسی همبند با معترضان میگوید از آنها با ضرب و شتم اعتراف گرفتند. و در ادامه درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان، باکو میگوید مناطقی که ارمنستان در مرز با ایران تصرف کرده بود باز پس گرفتیم. ستاد کل نیروهای مسلح ایران به طرفین درگیر هشدار داد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 335 نفر در شبانه روز گذشته بر اثر ویروس کرونا خبر داد. سیمالاری همچنین گفت بیش از 6000 نفر مبتلای جدید شناسایی شده که این رقم بالاترین میزان شناسایی از زمان شیوع کرونا تا کنون است. بر اساس آمار اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، تنها در مهر ماه امسال 3715 نفر در تهران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در همین حال علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران میگوید تعداد جان باختگان کووید 19 در تهران 15% افزایش یافته است. وزارت بهداشت ایران 43 شهر را در لیست مناطق بحرانی و فوق پرخطر کرونا قرار داده است که در این میان وضعیت شهرها در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، یزد و لرستان وخیم‌تر است. توضیحات دکتر آلان فتوحی متخصص داروشناسی بالینی رو بشنویم در رابطه با روند صعودی شمار جانباختگان و مبتلایان روزانه کرونا در ایران. بله، شرایط بسیار بسیار نگران کننده است و غم انگیز. البته در مورد افزایش تعداد مبتلایان باید این توضیح رو عرض کنم که با توجه به اینکه به نظر میرسه تصمیماتی هست مبنی بر اینکه تعداد زیاد بیشتری از مردم تست بشن، خب یک افزایش تعداد گزارش ها رو خواهیم داشت در آینده اگر این اقدام انجام بشه، که این به معنای افزایش تعداد مبتلایان ضرورتا نیست، ولی اگر آمار تعداد کشته شدگان درست در بیاد میتونیم با توجه به اون به اصطلاح تا حدی وخامت اوضاع رو بررسی بکنیم، ولی به هر حال روزانه 300 نفر بر طبق آمار رسمی که خود وزارت بهداشت میگه که حداقل دو برابر این آمار واقعی هست واقعا جای تاسف داره. و به هر حال این تست کردن وسیع در کوتاه مدت میتونه آمار رو بالا ببره، ولی در دراز مدت اگر برنامه ریزی درستی برای اون وجود داشته باشه و هدف پیدا کردن کسانی باشه که مثبت هستن و مناطقی که افرادی که مثبت هستن در اونجا هستن بیشتر، و برنامه ریزی برای محدود سازی رفت آمدها برای این مناطق و قرنطینه کردن افرادی که مثبت هستن، خب در نهایت مثبت خواهد بود این کار، ولی تا حالا ما ندیدیم که همچین کارهای سیستماتیک و با برنامه انجام شده باشه. امیدوارم که این دفعه حداقل یک مقدار دقیق‌تر کار بکنن. بدترین کاری که انجام دادن اینه که درست برعکس اون چیزی که خودشون گفتن عمل کردن. آقای روحانی جا داره که ازش پرسیده بشه و امیدوارم که این فرصت پیش بیاد که در یک دادگاه به این سوال پاسخ بدن که چطور گفتن که مراسم محرم باید با شور برگزار بشه، وقتی که خود به اصطلاح وزارت بهداشت در مورد افزایش ریسک ابتلا در فصل پاییز داشت به اصطلاح ابراز نگرانی می‌کرد. به همین دلیل این بسیار غلط بود. همچنین بسیاری از سیاست‌هایی که اعمال کردن بجز این مسئله، مثلا محدود نکردن مسافرت‌ها، برگزاری مثلا کنکور به صورت حضوری و غیره، باعث شد که این روند افزایشی بیشتر از اون که قرار بود فقط در اثر فصل سرما گسترش پیدا بکنه زیاد شد و تعداد بیشتری از مردم مبتلا شدن. میشه الان هرچند زودتر باید این کار می‌کردن، دورکاری، فراهم کردن امکانات درس خواندن از راه دور برای دانش آموزان، انجام تست‌های وسیع در سطح کشور برای پیدا کردن مناطقی که به سال شیوع بیماری در اون بیشتر هست و اعمال شدید محدودیت‌ها در جایی که گسترش بیماری بیشتر هست، کارهایی که کشورهایی که موفق شدن اپیدمی رو کنترل بکنن، این اون کارها رو اگر
کپی بکنن و انجام بدن، میشه به هر حال از این فاجعه تا حدی کاست. ببینید یکی از کارهای خیلی مهم همون در مورد ماسک عرض کنم که روش درست استفاده کردن از ماسک رو باید مرتب مطالعه بکنم و باید که تمام جاهایی که میتونن به مردم اطلاع بدن، تلویزیون ها، رادیوها، اینا به مردم آموزش بدن که خود ماسک هم انواع خوب و بد داره، روش استفادهش روش درست داره که باید اینا رو رعایت بکنن. و فاصله گذاری اجتماعی بسیار مهم هست. کسانی که مسن هستن تا حد ممکن در خانه بمانند، بیرون نرن. کسانی که جوانتر هستن کمکشون بکنن که بتونن محتاجشون رو فراهم بکنن. هیچ وقت با همدیگه مردم، به خصوص با کسانی که مسن‌تر هستن یا در معرض خطر هستن، بیشتر روبوسی نکنن، از نزدیک تماس نداشته باشن، دست ندن. فاصله گذاری اجتماعی مهمترین کاری هست که در حال حاضر میشه انجام داد. وقتی بیرون میرن بعد برمیادن خونه دستاشون رو بشورن، وقتی چیز جدیدی میاد تو خونه اگر قابل شستشو هست بشورنش، دستشون رو بشورن. و به اصطلاح عدم ابتلا به خود ویروس مهمترین کاری هست که میشه انجام داد وقتی که واکسن هنوز به در دسترس نیست و به بازار نیامده و داروها هم خیلی موثر نیستن در حال حاضر. توضیحات دکتر آلان فتوحی، متخصص داروشناسی بالینی از استکهلم رو میشنیدید. دادگاهی در بهبهان 36 نفر از معترضان آبان ماه سال 98 را به مجموعاً 109 سال حبس تعزیری، 2590 ضرب شلاق و 3,300,000 تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم کرد. به نوشته هرانا، این حکم در تاریخ 3 مهر ماه و در آستانه اولین سالگرد این اعتراض‌ها از سوی شعبه 102 دادگاه کیفری شهر بهبهان در استان خوزستان صادر و روز پنجشنبه اول آبان به متهمان ابلاغ شده است. احمد رضا حائری، فعال سیاسی اصلاح طلب که 75 روز در زندان تهران بزرگ همبند تعدادی از معترضان آبان ماه بود، درباره وضعیت این زندانیان گفته: با اطمینان میگویم هیچ کدام از بازداشتی های آبان عضو هیچ جریان، گروه و حزب سیاسی نبودند و به معنای واقعی شهروند هستند. آیری که با انصاف نیوز گفتگو کرده افسود بیشتر زندانیان بند سیاسی زندان تهران بزرگ را معترضان آبان تشکیل می دهند. این افراد از آذر و دی ماه سال گذشته محبوس هستند و نزدیک به 10 ماه است که دوران حبس خود را می گذرانند و بعضی از آنها هنوز بلا تکلیف هستند. این فعال سیاسی می گوید زندانیان آبان ماه در کلانتری و مراکز غیر رسمی ضرب و شتم شدند و شرایط آنها عادی نبوده و ممکن است علیه خود هم هر حرفی را بزنند. قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان، میگوید در صورت اثبات اعتراف تحت ضرب و شتم ممکن است رأی دادگاه در مورد زندانیان سیاسی تغییر کند. خود من تو زندان شکنجه شدم که الان مجبور شدم رفتم عمل جراحی نخاع کردم. تازه من به اون شرایطی که تو کشور داشتم شکنجم کردن تو زندان. دیگه حالا خدا به داد افرادی برسه که گمنام هستند و اینا و ضمناً انگیزه های سیاسی. الان دو سه تا مطلب هست که میتونه به نفع این متهمین باشه. یک، این فعال شدن قانون جرم سیاسی، چون بالاخره اینا انگیزه هاشون انگیزه های سیاسی بوده. اگر قرار باشه که اینا محاکمه بشن باید با رعایت قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه این محاکمات انجام بگیره و این احکامی که صادر شده الان می تواند شایسته درخواست اعاده دادرسی طبق بند جیم و چه ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری باشه. دوم این که اون کسانی هم که حکم اعدام براشون صادر شده از قبل، اونها به اتهام محاربه هست. خب محاربه حتما وجود اسلحه و به کار بردن اسلحه شرط تحققش هست، اون هم که وجود نداشته. بنابراین به این دو دلیل حداقل، یعنی فقدان اسلحه و نیز به دلیل این غلط بودن آیین دادرسی و اصول دادرسی در این مورد خاص که باید طبق قانون جرم سیاسی محاکمه انجام می شد، هر دوی این دلایل کافی هستند برای اینکه این متهمین درخواست اعاده دادرسی بکنن. البته موقعی که اگر حکمشون قطعی شده باشه، حالا اگر حکم قطعی نیست که قابل تجدید نظر هم هست، حتی اگر حکم قطعی باشه از طریق دیوان عالی کشور امکان اعاده دادرسی این افراد محکوم به نظرم هست. و ضمناً یه هشدارم به حکومت، فکر نکنن که با این ضرب و شتم‌ها و این موضع‌گیری ها میشه جلو اعتراضات. بهتره که حکومت برگرده به اصول رعایت حقوق انسانی، حقوق شهروندی، حقوق بشر.
توضیحات قاسم شعله سعدی حقوقدان از تهران رو میشنیدید. وزارت خزانه‌داری آمریکا دو نفر از رهبران حزب الله لبنان را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. نبیل قاوک و حسن بغدادی از رهبران حزب الله لبنان و مرتبط با حکومت ایران هستند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده هر سازمان و گروهی که با این افراد در ارتباط باشد هم مورد تحریم قرار خواهد گرفت. و در خبری دیگر، روزنامه تایمز بریتانیا گزارش داده یک واحد مخفی گروه حماس بدون اطلاع رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از 2 سال پیش در استانبول فعالیت می‌کند. بر اساس این گزارش از جمله وظایف این واحد مخفی جنگ سایبری علیه تشکیلات خودگردان فلسطین، سفارتخانه‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین جاسوسی از اعضای حماس که مظنون به خیانت به این گروه هستند بوده. جزئیات بیشتر در رابطه با تحریم ایالات متحده آمریکا علیه این دو فرد سازمان حزب الله رو از همکارم بابک اسحاقی از تل آویو بشنوید. بله، باید بدونیم که شرایط سیاسی و اقتصادی هر روز برای حزب الله لبنان در این روزها سخت‌تر میشه. از گفتگوها برای مرزبندی که بین اسرائیل و لبنان برقرار هستش، مسائل اقتصادی و بحران سیاسی که در داخل لبنان هستش و انفجار بزرگی که در لبنان اتفاق افتاد و بسیاری از شهروندان را بر علیه حزب الله لبنان برانگیخت. امروز هم اعلام شد که گواتمالا و کشور استونی هم حزب الله را سازمان تروریستی میشناسند و او را تحریم میکنند. وزیر خارجه اسرائیل آقای اشکنازی از این تصمیم این دو کشور استقبال کرد. در کنار همه اینها آمریکا امروز اعلام کرد که تحریم هایی را بر دو مقام این گروه شیعه لبنانی اعلام میکنه. یکی از این افراد نبیک قاوک که یک شیخ لبنانی هست و عضو شورای اجرایی این گروه هستش، اعمال شده که در جریان اشغال نظامی اسرائیل در جنوب لبنان در سالهای 1982 تا 2000 جنگیده بود. و نفر بعدی حسن بغدادی هستش که بسیاری او را برای رهبری یا قائم مقام بودن حزب الله تعیین کردند. آمریکا حزب الله را یک گروه به شدت مسلح و مورد حمایت ایران میشناسه که حضور سیاسی قدرت حتمندی هم در لبنان داره و این تحریم ها را برای تنها گذاشتن حزب الله در دنیا قرار داده. توضیحات همکارم بابک اسحاقی از تل آویو رو میشنیدید. خبرگزاری هرانا از غرق شدن یک کودک دیگر در گودال های ذخیره آب غیر استاندارد چابهار خبر داد. در حال حاضر بسیاری از روستاهای چابهار دارای آب لوله کشی نیست و روستاییان آب مورد نیاز خود را از گودالهای ذخیره آب تأمین می کنند. در هفته های اخیر حمله گاندوها به کودکان و غرق شدن آنها در گودالهای آب افزایش یافته است. نماینده چابهار در مجلس چندی پیش هم از تن دادن یک زن به رابطه جنسی اجباری برای تأمین آب فرزندانش و خودکشی او خبر داد. دومین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. در این مناظره دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواهان و جو بایدن کاندیدای حزب دموکرات درباره موضوعات مختلف از جمله مدیریت کرونا، وضعیت اقتصادی و قوانین مهاجرتی نظرات خود را مطرح کردند. جو بایدن در پاسخ به سؤالی درباره برخورد با کشورهایی مثل روسیه، چین و ایران که در انتخابات آمریکا دخالت می‌کنند گفت ایران بهای دخالتش در انتخابات را پرداخت خواهد کرد. فرق نمی‌کنه که باشه در انتخابات آمریکا دخالت کنه باید هزینه‌اش رو بپردازه. این کاملا مشخصه که در این انتخابات روسیه درگیر بوده، چین درگیر بوده و حالا می‌فهمیم که ایران هم درگیر این قضیه بوده. اونها هزینه‌اش رو خواهند داد اگر من قبول بشم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل معتقد است دموکرات‌های آمریکا سازش بیشتری با جمهوری اسلامی داشتند. دولت دموکرات در طول 40 سال گذشته همیشه رفتار سازشکارانه تری با ایران با جمهوری اسلامی داشته. دولت ترامپ در طول حداقل 2 سال گذشته بیشترین فشار رو به جمهوری اسلامی وارد کرده و به نظر
نمیرسه که حتی اگر انتخابات با روالی که مؤسسات نظرسنجی معرفی میکنن پیش بره و آقای بایدن به منصب رئیس جمهوری برسه، چیزی از توافق اتمی باقی مونده باشه، البته که آقای بایدن بتونه به اون برگرده. این موضوع در مناظره دیشب به هیچ وجه مطرح نشد، ولی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به مراتب مایلتر به این است که آقای بایدن رو در مقام رئیس جمهور ببینه تا آقای دونالد ترامپ رو. البته دونالد ترامپ آقای بایدن رو متهم کرد که اگر تو رفتارها درست بود و اگر آقای اوباما رفتارهاش درست بود، من نیازی به این نمیدیدم که 4 سال پیش خودم رو نامزد انتخابات بکنم. در وضعیت کنونی البته نباید انتظار داشت که مناظره دیشب تأثیر زیادی در نتیجه انتخابات داشته باشه. بیش از 100 میلیون نفر این مناظره رو دیشب دیدن و در حالی که 45 میلیون رای دهنده آمریکایی همین حالا آرای خودشون رو تحویل دادن. ولی باید نشست و دید آیا پیشبینی مؤسسات نظرسنجی که میگن آقای بایدن 87% شانس رسیدن به مقام رئیس جمهوری داره در مقایسه با 12% شانس آقای ترامپ، کدام یک به نتیجه میرسن و برای این کار بایستی 11 روز دیگه به انتظار بشینیم. توضیحات رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل رو میشنیدید. جمهوری آذربایجان اعلام کرد تمام مناطق مرزی با ایران در منطقه قره‌باغ را از ارمنستان بازپس گرفته است. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روز پنجشنبه این خبر را در حساب توییتری خود اعلام کرد. در همین حال در واکنش به شلیک چند خمپاره به شهرهای مرزی ایران، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران گفت جمهوری اسلامی هیچ گونه خطا و تهدید در مرزهای مشترک ایران با ارمنستان و آذربایجان را تحمل نخواهد کرد. پس از نزدیک به 1 ماه درگیری میان نیروهای نظامی ارمنستان و آذربایجان بر سر مالکیت سرزمین‌های قره‌باغ کوهستانی، امروز قرار است سران نظامی دو کشور در آمریکا دیدار و مذاکره کنند. همکارم لیلی نیکفر از آخرین تحولات در جنگ قره‌باغ می‌گوید. مناطق همجواری که ایران با در منطقه قره‌باغ داشت که سالها تحت کنترل ارمنستان بوده، مناطق فضولی، جبرائیل و زنگلان بودن که بر اساس آخرین توییتی که آقای علیف در حساب خودش نوشته، ای تمام این مناطق به صورت کامل تحت کنترل نیروهای ارتش آذربایجان در اومدن. در روزهای گذشته تنها منطقه زنگلان باقی مانده بود که اون هم گفته بود که به صورت عمده تحت کنترل نیروهای آذربایجان بود، ولی شب گذشته اونطور که آقای علیف گفته این منطقه هم به صورت کامل الان در کنترل ارتش آذربایجان هست. خب میدونیم که بعد از خب این درگیری ها همونطور که گفتی سردار شکارچی هم اشاره کرده از اون منطقه خب اصابت میکرده بعضی از گلوله های خمپاره، تیربار و یا حتی راکت گفته شده که به منطقه خداآفرین ایران اصابت کرده بوده. درسته که تلفات جانی نداشته در این مدت، اما باعث اعتراض هم در واقع شهروندان ایران در اون منطقه شده بود و هم این که مشخص نبود از طرف کدام یک از طرفین این شلیک ها انجام میشه. هم ارمنستان هم آذربایجان مدام این موضوع رو رد میکردن. آذربایجان معتقده که این یک نوع خرابکاری آمدانه از سوی ارمنستان بوده که میخواسته روابط دیپلماتیک ایران و این کشور رو خدشه‌دار بکنه. توضیحات همکارم لیلی نیکفر از استانبول رو میشنیدید. حامد اسماعیلیون نویسنده ساکن تورنتو که همسر و فرزندش در هواپیمای اوکراینی کشته شدند، از تهدید به مرگ خود خبر داد. اسماعیلیون در صفحه فیسبوک خود با اشاره به مرگ یک فعال سیاسی در کانادا نوشت: بنا نداشتم تهدیدات به مرگ را علنی کنم، ولی اگر ردپای یک حکومت خارجی در قتل مهدی امین از فعالان سیاسی مقیم تورنتو پیدا شود، به نظر می‌رسد فرنگی کاران جمهوری اسلامی دوباره به مأموریت می‌روند. فرنگی کاران اصطلاحی است برای اشاره به مأموران امنیتی جمهوری اسلامی که خارج از مرزهای ایران دست به ترور می‌زنند. مهدی امین فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو سابق هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا روز چهارشنبه بعد از ظهر در محل سکونتش در شهر مارکام در شمال شرق تورنتو به قتل رسید. پلیس در حال تحقیقات اولیه در این زمینه است، اما هنوز گزارشی رسمی در این باره منتشر نکرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم محمد تاج دولتی از تورنتو بشنویم.
پلیس اعلام کرده که دیروز روز چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر وقتی که همکاران آقای مهدی امین در محل کارشون میبینن که سر کار نیومده، یکی از همکار زنگ میزنن بهش جواب نمیده، یکی از همکاران رو میفرستن در منزلش و میبینن که باز جواب نمیده، نگران میشن به پلیس خبر میدن، پلیس میاد و در رو باز میکنه و مشاهده میکنه با جسد در واقع بدن پیکر به قتل رسیده آقای مهدی امین و پلیس گفته که این قتل شواهدی وجود داره که با خشونت همراه بوده. همچنین پلیس اعلام کرده که اتومبیلی به سرقت رفته که ظاهرا اتومبیل خود مهدی امین هست و الان پلیس شماره پلاکش رو اعلام کرده که اطلاعاتی میخواد بگیره. باید بگم که محل سکونت آقای مهدی امین در یه ساختمان کوتاه 3 طبقه بوده که ساختمان نوسازی هست در منطقه در حدود 10-15 کیلومتری شمال تورنتو در شهر مارکام و خونه ایشون در طبقه اول بوده و رو به خیابون بوده. بنابراین توی بیلدینگی نبوده که به هر حال سکیوریتی داشته باشه، ماموری وجود داشته باشه، دوربین‌هایی باشه، اما پلیس اعلام کرده که داره از طریق دوربین‌هایی که در ساختمان‌های اطراف وجود دارن داره تحقیق می‌کنه و از مردم درخواست کرده که در اون منطقه هر کسی که دیروز یک رفتار مشکوکی رو مشاهده کرده حتما به پلیس خبر بده. اما در گزارش پلیس هنوز به نام مقتول اشاره نشده، برای اینکه منتظرن تا تحقیقات جنایی جلوتر بره و جزئیات بیشتری ازش در بیاد. توضیحات همکارم محمد تاج دولتی خبرنگار ایران اینترنشنال در تورنتو رو میشنیدید. مراسم 40مین روز درگذشت نوید افکاری روز پنجشنبه 1 آبان با حضور خانواده و دوستانش و با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی برگزار شد. به گفته حاضران در این مراسم ماموران امنیتی تمام راه‌های ورودی به روستای سنگر و راه ورودی به قبرستان را مسدود کرده بودند. ماموران با بازرسی اتومبیل‌ها اجازه حضور افرادی که عضو خانواده افکاری نبودند را نمی‌دادند. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله ایرانی در اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز دستگیر و روز 22 شهریور سال جاری در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. بخشی از صدای مراسم 40مین روز اعدام نوید افکاری رو میشنیدید. 13 زن در مصاحبه با نشریه نیویورک تایمز آیدین آقداشتو نقاش ایرانی را به سوء استفاده جنسی طی 30 سال اخیر متهم کردند. یکی از این افراد گفته در زمانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته 13 سال داشته است. این در حالی است که در مورد هر 13 زن یکی از اعضای خانواده، دوست یا همکار در مصاحبه جداگانه گفته در جریان این مواجهه بود است. همچنین 45 نفر از جمله شاگردان سابق، یک دستیار قدیمی، گالریداران، بازیگران، یک دلال آثار هنری در تهران و خبرنگاران فعال در حوزه فرهنگ و هنر در ایران نیز در مصاحبه با نیویورک تایمز گفتند در مجامع هنری همه از رفتارهای آقداشلو با شاگردان دختر با خبر بودند. 19 نفر از کسانی که با نیویورک تایمز مصاحبه کردند آیدین آقداشلو را هاروی واینستاین ایران توصیف کرده و گفتند پیشرفت یا نابودی حرفه‌ای این زنان به میزان پذیرش آنها نسبت به پیشنهادهای آقای آقداشلو بستگی داشت. فرناز فصیحی خبرنگار نیویورک تایمز میگوید برای راستی آزمایی ادعای آزار جنسی این 13 زن توسط آیدین آقداشلو با خانواده چند نفر از آنها هم مصاحبه کرده است. اول من بگم که آقای آقداشلو درخواست مصاحبه با نیویورک تایمز رو چندین دفعه رد کردند و در بیانیه‌ای که به ما دادند این اتهامات رو رد کردند، همطور که شما خودتون اشاره کردین و گفتن که اینا ساختگیه. خانمایی که با ما مصاحبه کردند، اون 13 نفری که از شاگردانشون بودند که این اتهامات رو علیهشون مطرح کردند، این خانم‌ها گفتند که در کلاس‌ها آقای آقداشلو به شاگردانشون میگفته که روی پاش بشینن، اونا رو قفل میکرده، بعضی هاشون رو قفل میکرده در دفتر کارش، به زور میبوسید
میده یا بهشون دست میزده یا در هنگامی که بهشون تکنیک درس میداده بدنشون رو فشار میداده به زنها و اینکه و آزارهای جنسی کلامی هم میدادن و حتی خبرنگارهای حوزه هنری چندین نفرشون به من گفتند که در هیئت تحریریهای مثلا هنر و فرهنگ ایران میدونستن که زنهای خبرنگار نباید تنها با آقای آقداشلو مصاحبه کنند. اینا چیزایی بود که به ما گفتند و خب ما مرحله راستی آزمایی که داریم، یکی از مرحله راستی آزمایی اینه که اگر کسی اتهامی میزنه باید با یک نفر دیگه از خانواده یا دوست و همکارشون همچون که شما اشاره کردین مصاحبه کنید. در هر 13 مورد من با شوهر دو نفر از شوهرها این خانم ها صحبت کردم، من جمله شوهر اون خانومی که 13 ساله بودن وقتی که گفتن اتهام براشون اتفاق افتاده. و خب به نظر من اینی که دو نفر همسر ایرانی حاضر شده بودن که با من جداگانه مصاحبه کنن و بگن که ما در جریان این بودیم، خب بازم یه نقطه عطفی بود و با مادر یکیشون، با دختر یکی از خانم‌ها و با دوستا و همکارا، و این باز نشون دهنده یه تغییر آشکار اجتماعی بود که حتی خانواده‌ها، حتی شوهرها نمی‌گفتن به خانم‌ها که ساکت باشین و حرف نزنین و حمایت می‌کردن از اینکه الان دارن صحبت می‌کنن. به هر حال این مراحلی بود که گزارش ما طی کرد و این اتهاماتی که این خانم‌ها زدن و ما به این صورت پوشش دادیم و هم بیانیه آقای آقداشلو که تکذیب کرده بودن رو هم نوشتیم همطور که اشاره کردیم. صحبت‌های فرناز فصیحی خبرنگار نیویورک تایمز رو میشنیدید. در ادامه گزیده ای از خبرهای رسانه‌های بین المللی رو بشنویم در چارسوی جهان. چارسوی جهان. احضار مدیران فیسبوک و توییتر به سنای آمریکا به خاطر سانسور گزارش روزنامه نیویورک پست درباره بایدن. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می‌نویسد گروهی 12 نفره از جمهوری‌خواهان در کمیته قضایی سنا مدیران این دو شرکت بزرگ تکنولوژی را برای پاسخگویی به خاطر ایجاد محدودیت دسترسی کاربران به گزارش نیویورک پست درباره فرزند جو بایدن احضار کردند. جمهوری‌خواهان این رسانه‌های اجتماعی را به تعصب سیاسی و گرایش به حزب دموکرات متهم می‌کنند. در مقابل این شرکت‌ها اعلام کردند برای جلوگیری از احتمال انتشار اطلاعات گمراه کننده گزارش نیویورک پست را از دسترس کاربران خارج کردند. گزارش نیویورک پست درباره فرزند جو بایدن که پیشتر عضو هیئت مدیره یک شرکت اوکراینی بوده، اتهام‌های اثبات نشده فساد مالی خانواده بایدن را مطرح کرده بود. سناتورهای دموکرات از شرکت در این جلسه کمیته قضایی سنا خودداری کردند. امضای نخستین توافقنامه تجاری عمده و بین المللی بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز می نویسد این توافق که در مدت کوتاهی میان دولت بریتانیا و ژاپن به دست آمده از ابتدای سال نو میلادی به اجرا در خواهد آمد. بریتانیا در این معاهده تجاری با ژاپن به صادرات محصولات غذایی خود به ژاپن چشم دوخته. در مقابل ژاپن در صدد صادرات تولید شرکت‌های خودروسازی خود و یا واگن‌های قطارهای سری و سیر به بریتانیا است. با نزدیک شدن موعد خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا و در حالی که دو طرف همچنان بر سر رابطه تجاری آینده به تفاهم نرسیدند، امضای توافقنامه‌های تجاری با کشورهای دیگر برای بریتانیا حیاتی است. تجمع اعتراضی مخالفان قرنطینه در ملبورن به خشونت کشیده شد. روزنامه استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد می نویسد پلیس ویکتوریا برای متفرق کردن معترضانی که بدون ماسک تجمع کرده و قصد حرکت به سوی مرکز شهر را داشتند، از اسپری فلفل استفاده کرد، 16 نفر را بازداشت و 61 نفر را هم به خاطر رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی جریمه کرد. 3 مامور پلیس هم در این برخوردها زخمی شدند. معترضان که امروز را روز آزادی نامیده بودند، خواهان لغو محدودیت‌های کرونایی و استعفای وزیر اول این ایالت هستند. روند کاهشی شیوع کرونا در استرالیا در پی اعمال محدودیت‌های شدید موجب شده تا اسکات موریسون نخست وزیر این کشور هم از مقام‌های این ایالت درخواست کند روند بازگشایی‌ها را سرعت بخشند.
به انتهای برنامه با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.